تجاوز های اسرائیلی ها به مسجد پایانی ندارد هر از گاهی اسرائیلی ها با رفتار و اقدام جدید ضمن توهین به ساحت مقدس مسجد احساسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان را در جهان جریه دار می کنند این رفتارها و اقدامات با هدف تابو شکنی و قب شکنی ساحت مقدس مسجد صورت می گیرد. تا در نهایت با اشغال کامل آن و تخریب بخش های زیادی از این مکان مقدس و تبدیل کردن آن به هیکلی که در دین یهود وجود دارد آن را به طور کامل از دست مسلمانان خارج کنند همکارم علی اکبری گزارش می دهد شهرک نشینان اسرائیلی با نصب تابلویی به زبان عبری در بابل المقاربه مسجد و برافراشتن پرچم خود در بابل ملک فیصل سعی در تحریک احساسات مسلمانان جهان به خصوص فلسطینیان شهر قدس را دارند مؤسسه موسوم به زنان برای دفاع از هیکل به منظور تغییر نام بابل مقاربه یکی از درهای ورودی به سحن مسجد الاقصا تابلوی را با نام جدیدی به زبان عبری در آنجا نصب کردند روی این تابلو به زبان عبری دروازه هلیل نوشته شده که اشاره به نام هلیل ارئیل زن اسرائیلی دارد که در سال 2016 در شهرک صهیونیست نشین کریات اربا در سرزمین های اشغالی کشته شده بود بابل المغاربه یکی از درهای مسجد الاخصاست که اسرائیلی ها به شکل روزانه از آنجا وارد سهم های مسجد الاخصا می شوند. این نزدیکترین در به حائت البراق به شمار رود که اسرائیل از سال 1967 در تسلط خود گرفته است گروه دیگری از اسرائیلی ها نیز با در دست داشتن پرچم های رژیم صهیونیستی در بابل ملک فیصل مسجد این پرچم ها را در آنجا نصب کردند منطقه بابل آمود مسجد نیز شاهد حضور ده ها اسرائیلی بود که عمدن با حضور در این منطقه که حساسیت اهالی قدس را نسبت به حد که حرمت به حریم مسجد برانگیخته است با جوانان فلسطینی درگیر شدند و نظامیان صهیونیست در آنجا یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند گفتنی است کمتر از یک ماه قبل جنگی یازده روزه بین اسرائیل و فلسطینیان رخ داد که به خاطر یک تجاوز دیگر اسرائیلی ها شروع شده بود در نهایت اسرائیل به طور یک جانبه آتش بس در غزه اعلام کرد اکنون این پرسش مطرح می شود که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به تازگی از یک جنگ ناموفق بیرون آمده چرا مجددا به تحریک مسلمانان و فلسطینیان می پردازند؟